درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. کمیسیون های تخصصی مجلس صلاحیت فرزانه صادق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را تایید کردند. 8 تن در زندان های شیراز و یزد اعدام شدند. فعالان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین المللی درباره سرکوب زنان زندانی امی شدند. حماس مسئولیت انفجار تل‌آویو را بر عهده گرفت. دستیار پوتین میگوید با توجه به حملات اوکراین به منطقه کورسک روسیه، صلح با کیف دیگر امکان پذیر نیست. فعالیت بنیاد جوج و امال کلونی در روسیه ممنوع شد و قیمت سکه طلا در ایران به شدت افزایش یافت. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 19 آگست 2024 میلادی برابر است با 29 آمرداد سال 1403 خورشیدی. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که با توجه به شرایطی که ایران در منطقه دارد، تبادل پیام میان دو کشور ایران و آمریکا وجود دارد. به تاکید کرد که کانال‌های ارتباطی برای ارسال پیام میان دو کشور ایران و آمریکا به روش‌های مختلف وجود دارد و با توجه به مناسبت‌ها و با موضوعات مختلف پیام هایی از طریق واسطه ها رد و بدل می شود. او در نشست خبری روز دوشنبه 29 آمرداد در وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد که قرار نیست به جزئیات پیام هایی که با طرف ها مبادله می کنیم به ویژه با دولت آمریکا در رسانه ها اشاره کنیم. ذات و ماهیت این گونه موضوعات محرمانه است. گفتگو درباره احتمال حمله نظامی ایران به اسرائیل از جمله موضوعاتی است که در روزهای اخیر درباره مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا مطرح شده است. کمیسیون های تخصصی مجلس صلاحیت فرزانه صادق را تایید کردند. سخنگوی کمیسیون راه و عمران مجلس از موافقت کمیسیون مطبوع خود با برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی خبر داد. کمیسیون کشاورزی مجلس هم او را واجد شرایط دانست. همزمان فراکسیون زنان و خانواده هم از اولین وزیر زن در حوزه زیرساختی حمایت کرد. خانم صادق دانش آموخته معماری دانشگاه تهران است و تا سال گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی بوده است. از او به عنوان چهره تاثیرگذار در سیاست‌های معماری و شهرسازی ایران یاد می‌شود. فرزانه صادق در سخنرانی خود در مجلس وعده داد که ساخت مسکن با در نظر گرفتن فضای لازم و سبز را پیگیری خواهد کرد. وی سوگند خورد که با فساد مبارزه خواهد کرد. او گفت وابسته به هیچ فرد و جریانی نیست و ادامه داد وامدار کسی نیستم و اگر بودم باید به سهم خواهی هایشان پاسخ می دادم. او با تشکر ویژه از مخالفانی که به گفته او بیشتر از آنها یاد می گیرد گفت صادق بودم، صادق هستم و صادق خواهم ماند. جمهوری اسلامی امروز دوشنبه 29 آمرداد حکم 8 زندانی با اتهاماتی از جمله قتل و اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر را اجرا و آنها را اعدام کرد. رسانه های حقوق بشری اعلام کردند که این زندانی ها در زندان های یزد و عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. وبسایت حالوش در گزارشی نوشت که امروز دوشنبه 29 آمرداد 5 زندانی در زندان یزد اعدام شدند که 2 تن از این زندانیان در یک پرونده مشترک از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. یکی دیگر از افراد اعدام شده به جرم مرتبط با مواد مخدر در زندان بوده و یک زندانی تبعه کشور افغانستان هم به اتهام قتل اعدام شده است. به نوشته حالوش از هویت و اتهام نفر پنجم اطلاعی در دست نیست. سازمان حقوق بشری هانگاه هم در گزارشی نوشت که روز شنبه 27 آمرداد حکم اعدام 3 زندانی با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. اعتصاب پرستاران در حالی در 12 روز خود پیگیری می شود که بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پرستاران شهرهای بیشتری به این اعتصاب پیوستند.
بر اساس تصاویر منتشر شده، اعتصاب در شهرهای مختلف از جمله مشهد، اصفهان و شیراز کماکان ادامه دارد و پرستاران خوزستانی هم در دمای نزدیک به 50 درجه اهواز در مقابل استانداری دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند. بر اساس گزارش ها ماموران امنیتی روز دوشنبه 29 مرداد فردی را در اعتراضات پرستاران در بیمارستان ولیعصر عراق بازداشت کرده و همچنین به سوی پرستاران و کادر درمان معترض اسپری فلفل زدند. با بالا گرفتن اعتصاب پرستاران در شهرهای مختلف روز گذشته، روابط عمومی سازمان نظام پرستاری اعلام کرد که دبیرخانه شورای امنیت کشور با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف برای رسیدگی به اعتصاب پرستاران تشکیل جلسه داده است. 43 سازمان حقوق بشری بین‌المللی در بیانیه‌ای خواهان انجام تحقیق مستقل درباره ضرب و جرح زنان زندانی معترض به اعدام رضا رسایی شدند. این سازمان‌ها با بیان اینکه زنان زندانی در اوین جان خود را در راه مبارزه برای صلح و دموکراسی به خطر انداختند، همبستگی خود را با ایشان اعلام کردند. سازمان‌های حقوق بشری مورد نظر با بیان اینکه در حال حاضر حدود 70 زن زندانی از نسل‌های مختلف و با باورها و گرایشات گوناگون سیاسی در اوین زندانی هستند، یادآوری کردند که این زنان تنها به دلیل مبارزه برای آزادی و حقوق بشر در ایران بازداشت و زندانی شدند. آنها با ابراز نگرانی شدید درباره ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در اوین تاکید کردند که با قاطعیت در کنار این زنان و تمامی فعالان و شهروندانی که از حقوق آنها دفاع می‌کنند می‌ایستند. رئیس کل دادگستری استان کرمان از بازداشت 7 تن از مسئولان و کارمندان شرکت نفت در این استان خبر داد و گفت که بازداشت این افراد در رابطه با قاچاق سوخت بوده است. ابراهیم حمیدی گفت است که تحقیقات در زمینه فساد تعدادی از مسئولان شرکت نفت، کارمندان و کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت و جایگاه داران سوخت در بحث اخذ رشوه و قاچاق مواد سوختی از جمله گازوئیل در حوزه شهرستان‌های جیرو، کهنوج و رودبار جنوب منجر به بازداشت این افراد شد. به گفته حمیدی، در بازداشتی از منازل 2 تن از متهمان این پرونده بیش از 700 تکه طلای تمام بهار کشف شده است. حمیدی همچنین تاکید کرده که از یک متهم دیگر 400 تکه و در منزل متهم دیگر 300 تکه کشف شده است. رئیس کل دادگستری استان کرمان گفته که 1 کیلو طلای آب شده، 50 ربع سکه و نیم سکه هم از منازل متهمان پرونده کشف شده است. مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان با اشاره به قطع مکرر آب لوله کشی در این استان در روزهای گذشته گفت که حدود 700 روستا به شبکه آبرسانی متصل نیستند و آب این نواحی از طریق تانکر تامین می شود. به گزارش خبرگزاری رکنا در روز دوشنبه 29 مرداد، رضا نوذری مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اذعان به قطعی‌های مکرر آب شهری در زاهدان در اواسط مرداد گفت که با افزایش دمای هوا میزان مصرف آب 2 برابر شده بود. آنستیتو منابع جهانی در گزارشی در فروردین ماه سال جاری ایران را از جمله 25 کشوری معرفی کرد که با شدیدترین وضعیت کم آبی و تنش آبی مواجه است و آن را از عواقب چندین دهه مدیریت ضعیف آب و استفاده ناپایدار از آب برای کشاورزی توصیف کرده است. تداوم بحران آب در ایران در حالی است که در ماه‌های اخیر بارش شدید باران در مناطقی از کشور موجب جاری شدن سیلاب و وارد کردن خسارات گسترده شد و جان ده‌ها تن از شهروندان را گرفت. بنابراین من در این دسته توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99 معتبر، برا.
جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7 روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. گردانهای ازداد قسام شاخه نظامی حماس مسئولیت انفجار بمب در تل آویو را که روز یکشنبه رخ داد بر عهده گرفته است. شاخه نظامی حماس اعلام کرده که این عملیات را با همکاری شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی موسوم به گردانهای قدس انجام داده است. شاخه نظامی حماس و جهاد اسلامی که هر دو علیه اسرائیل در نوار غزه در نبرد هستند، در بیانیه مشترک اعلام کردند که تا زمانی که کشتارها، آوارگی غیر نظامیان و سیاست ترور از سوی اسرائیل ادامه دارد، حملات بیشتری علیه این کشور انجام خواهند داد. پیش از این شنبه سرویس اطلاعات داخلی اسرائیل انفجار در روز یک شنبه در تل آویو را تایید کرد و آن را حمله تروریستی دانست. مرد حامل بمب در این انفجار که در مرکز تجاری پایتخت اسرائیل رخ داد کشته شده و یک عابر هم مجروح شد. این انفجار تنها یک ساعت بعد از ورود آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به تل آویو رخ داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه در اورشلیم میزبان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بوده است. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل این دیدار مثبت حدود 3 ساعت طول کشید و در فضای خوب انجام شد. این بیانیه می‌افزاید که نتانیاهو در این دیدار تعهد اسرائیل به طرح کنونی آمریکا برای آزادی گروگان‌ها را که نیازهای امنیتی اسرائیل را در نظر می‌گیرد و او محکم بر آنها پافشاری می‌کند مورد تاکید مجدد قرار داد. وزیر امور خارجه آمریکا قرار است که در ادامه برنامه کاری خود در روز دوشنبه با یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل دیدار کند. دو ماه و نیم پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، کنوانسیون ملی حزب دموکرات روز دوشنبه 29 مرداد کار خود را در شیکاگو با سخنرانی خداحافظی جو بایدن و سپردن رهبری حزب از توی او به کامالا هاریس آغاز می‌کند. به نوشته رسانه‌های آمریکا انتظار می‌رود که جو بایدن که ماه گذشته در پی فشارهای داخلی سران حزب از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد، در کنوانسیون حزب در حد یک قهرمان مورد تشویق قرار بگیرد. از یابی می شود که بایدن کامالا هاریس معاون خود را که اکنون به عنوان نامزد حزب دموکرات برای انتخابات تعیین شده به عنوان بهترین فرد برای دفاع از دموکراسی آمریکا در برابر دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان به تصویر بکشد. قرار است که کامالا هاریس برای نشان دادن اتحاد میان دموکرات ها بر سر جانشینی او در رقابت انتخابات زمان کوتاهی با جو بایدن بر روی صحنه سخنرانی برود. یوری اوشاکوف دستیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت که مسکو در حال حاضر با توجه به حملات اوکراین به منطقه کورسک روسیه گفتگویی برای صلح با کیف نخواهد داشت. با این حال به تاکید کرد که روسیه پیشنهاداتی را که ولادیمیر پوتین در ماه جون در مورد صلح مطرح کرده بود لغو نکرده است. به گزارش رویترز به نقل از کانال خبری شاد اوشاکوف گفت که در چنین شرایطی این پیشنهادات روی میز نیستند. دستیار رئیس جمهور روسیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مسکو تا چه زمانی این موضع را حفظ خواهد کرد گفت که نمی‌داند و این موضوع به وضعیت جاری از جمله وضعیت میدان جنگ بستگی خواهد داشت. پوتین در ماه جون گفت که روسیه تنها در صورت جنگ در اوکراین را پایان خواهد داد که کیف موافقت کند، از تلاش‌های خود برای پیوستن به ناتو دست بردارد و همچنین نیروهای خود را از مناطق مورد ادعای مسکو خارج کند. مسکو روز دوشنبه تایید کرد که اوکراین در حمله روز یک شنبه خود سومین پل را هم روی رودخانه سیم در منطقه کورسک روسیه تخریب کرده است.
مقامات سوئد میگویند که در نتیجه سیاست‌های محدودکننده مهاجرتی تقاضاهای پناهجویی به کمترین میزان در طی 25 سال اخیر رسیده است. وزیر مهاجرت سوئد گفته است که آمارهای رسمی دولتی نشان می‌دهند که در دوره ژانویه تا ماه می سال جاری تعداد مهاجرت کنندگان از این کشور 5700 تن بیشتر از پناهجویان ورودی به این کشور بوده است. به اضافه کرد که تعداد درخواست‌های پناهندگی از سال 1997 بدین سو تا این حد پایین نبوده و انتظار می‌رود که این روند ادامه پیدا کند. این اولین بار نیست که سوئد شاهد کاهش چشمگیر درخواست‌های پناهندگی است. در سال 2016 هم حدود 29 هزار تن در این کشور تقاضای پناهندگی دادند که نسبت به 163 هزار تقاضا در سال قبل از آن کاهش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌داد. این کشور زمانی به عنوان مقصدی بسیار دلپذیر برای مهاجران از کشورهای درگیر در جنگ شناخته می‌شد. با این حال دولت این کشور سیاست‌های مهاجرتی خود را از سال 2016 سخت‌تر کرده است. برنامه از من بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDariLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درک دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. دفتر دادستانی کل روسیه اعلام کرد که بنیاد جورج کلونی، بازیگر آمریکایی، و همسرش امال کلونی، وکیل حقوق بشر،
به نام بنیاد کلونی برای عدالت را نامطلوب در نظر گرفته و بنابراین فعالیت آن در روسیه ممنوع شده است. دفتر دادستانی روسیه روز دوشنبه 29 مرداد در بیانیه‌ای مدعی شد که بنیاد کلونی برای عدالت کار گسترده‌ای را با هدف بی‌اعتبار کردن روسیه انجام می‌دهد و فعالانه از میهن‌پرستان دروغین و اعضای گروه‌های ممنوعه افراطی و تروریستی حمایت می‌کند. این نهاد قضایی افزود که اعضای بنیاد کلونی تحت پوشش ایده‌های بشردوستانه برای پیگرد کیفری علیه بالاتری مقامات روسیه تلاش می‌کنند. جورج کلونی بازیگر مشهور هالیوود و همسرش امل کلونی وکیل لبنانی تبار در چارچوب بنیاد کلونی برای عدالت به فعالیت‌های حقوق بشری در سراسر جهان می‌پردازند. قیمت سکه طلا موسوم به امامی در بازار ایران تا بعد از ظهر دوشنبه 29 مرداد با 1,800,000 تومان افزایش به حدود 4,300,000 تومان رسید. این افزایش ناگهانی قیمت به دنبال هجوم گروهی از مردم در روز یک شنبه برای خرید طلا و به دنبال رواج خوشیوم بودن خرید طلا در روز 13 صفر صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر، هجوم برخی از مردم به طلا فروشی ها برای خرید طلا را بی سابقه و ناشی از فضای مجازی دانست و گفت این میزان اثرگذاری فضای مجازی بر روی رفتار و باور مردم قابل تأمل است که چرا تبلیغات و محتوای فضای مجازی این گونه رفتار مردم را تغییر می دهد. و همچنین با تایید اینکه صف‌های طولانی در برخی شهرها برای خرید طلا در روز یک شنبه سبب افزایش قیمت طلا و سکه شده گفت که عمده خریدها در حد 1 گرم بوده است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.